سلام به این بخش خبری از تلویزیون ایران اینترنشنال خوش آمدید. ابتدا سرخط تازه ترین خبرها. آغاز مذاکرات احیای برجام در وین. CNN میگوید تهران میخواهد مذاکرات از نقطه صفر شروع شود، آمریکا نمیپذیرد. تجمع اعتراضی شماری از خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در تهران. این خانواده‌ها می‌گویند این جنایت از قبل طراحی شده بود. و ادامه جوه امنیتی شدید در اصفهان. افراد دستگیر شده به بازداشتگاه تحت کنترل سپاه پاسداران منتقل شدند. مذاکرات احیای برجام از امروز دوشنبه در وین از سر گرفته می شود و قرار است هیئت ایرانی مذاکرات جداگانه‌ای با نمایندگان چین، روسیه و اروپا داشته باشد. CNN گزارش داده که احتمالاً تیم جدید مذاکره کننده ایرانی می خواهد دور جدید گفتگوها از نقطه صفر و بی توجه به مذاکرات قبلی انجام شود. در همین حال علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، در مقاله‌ای که در نشریه فاینانشال تایمز منتشر شده گفته تنها رفع کامل و تضمینی تحریم‌ها باید هدف اصلی این مذاکرات باشد. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل دیروز در سفری دو روزه به بریتانیا و فرانسه وارد لندن شد. هدف از این سفر رایزنی با بوریس جانسون و ایمانوئل مکرون درباره مذاکرات هسته‌ای وین اعلام شده. کانال 13 اسرائیل نیز یکی از اهداف اصلی سفر وزیر خارجه اسرائیل را اطمینان از باقی ماندن تحریم‌های بانکی علیه ایران اعلام کرده. همزمان وزیران خارجه اسرائیل و بریتانیا در مقاله مشترک در نشریه دیلی تلگراف نوشتند که دو طرف شبانه روز تلاش می‌کنند که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی شوند. اما مذاکرات احیای برجام سرانجام پس از 5 ماه انتظار در حالی از سر گرفته می شود که کشورهای اروپایی و آمریکا بر انجام سریع‌تر آن پافشاری کردند. همزمان با این برخی منابع اسرائیلی از فاصله 1 ماهه جمهوری اسلامی با ساخت بمب اتمی گفتند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم جمهوری اسلامی را تهدید کرده که از مذاکرات برای وقت کشی استفاده نکند. آراد نادری گزارش می دهد. بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده به وین پس از 5 ماه وقفه در گفتگوهای هسته‌ای. پس از کش و قوس‌های فراوان گفتگوها از روز دوشنبه در هتل کوبورگ از سر گرفته می شود. اظهار نظرهایی که این روزها به گوش می رسد نشان می دهد به تأخیر انداختن ادامه گفتگوها از سوی هیئت ایرانی به ابهام بیشتر درباره نتیجه احتمالی مذاکرات انجامیده. نمونه از تغییر رویکرد طرف‌های مذاکره لحن هشدارگونه مقامات آمریکایی است. رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، گفته اگر جمهوری اسلامی بخواهد با اتلاف وقت پیشرفت برنامه هسته‌ای خود را سرعت ببخشد، آمریکا واکنش نشان خواهد داد. مالی در مصاحبه با بی بی سی گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جوهر اصلی برجام را در معرض خطر قرار داده. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده که انتظار نمی‌رود پیشرفت چندانی در گفتگوها اتفاق بیفتد. چند دیپلمات غربی که رویترز نامشان را ذکر نکرده به این خبرگزاری گفتند که زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی اکنون به 4 تا 6 هفته رسیده. از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی در ایران به تندی از طرف‌های مذاکره و به خصوص واشنگتن انتقاد می‌کنند. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، مذاکره کنندگان غربی و به خصوص آمریکایی‌ها را گرگ‌های درنده توصیف کرده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم از نقشه شوم آمریکا در وین گفته و از رفتار دولت‌های غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرده. علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، در توییتر نوشته ادعای دولت ابراهیم رئیسی برای تعامل با همه کشورهای دنیا همزمان با مخالفت این دولت با حل مشکل مبادلات بین‌المللی چیزی جز عوام‌فریبی نیست. اظهارات تازه رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران هم وجه دیگری از تناقض رفتاری و گفتاری مقامات جمهوری اسلامی را عیان می کند. فریدون عباسی در سالگرد کشته شدن محسن فخریزاده گفته او سامانه دستیابی به سلاح اتمی را برای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه ایجاد کرده بود. همزمان تلاش اسرائیل برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه دارد. ساعت پیش از سفر یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به لندن و پاریس، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور نگران است که قدرت‌های جهانی در ازای تضمین‌های ناکافی در مورد برنامه هسته‌ای ایران
تحریم‌های تهران را لغو کنند. به نظر می‌رسد آغاز دوباره گفتگوهای وین بیش از آن که نقطه‌ای برای رسیدن به توافق باشد، به چالشی پیچیده و چند جانبه تبدیل شده. چالشی که بیشتر حاصل بی‌علاقگی نمایندگان جمهوری اسلامی به ادامه گفتگو و تعامل با غرب است. آراد نادری، ایران اینترنشنال. برای گفتگوی بیشتر در مورد آغاز مذاکرات احیای برجام همراه میشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک. آقای معماریان، مذاکرات احیای برجام امروز در حالی شروع میشه که علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه ایران گفته که رفع کامل و تضمینی تحریم‌ها هدف اصلی ایران در این مذاکرات خواهد بود. و از اون طرف آمریکا هم گفته که اگر ایران به دنبال وقت‌کشی باشه، فشارها علیه این کشور رو بیشتر می‌کنه. با همین موارد شما چقدر خوشبین هستین در موفقیت این مذاکرات؟ به نظر میاد که همونطور که گزارش شما بهش اشاره شد، تناقضات و ابهامات زیادی در اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی گفتن بهش میشه اشاره کرد. از جمله مهمترین موضوعاتی که مقامات غربی رو نگران میکنه نسبت به قصد و نیت این مذاکره کننده ایرانی هستش که به هر حال موضوع تضمین هایی که مطرح شده مسئله پیچیده ای هست و حتی تیم مذاکره کننده قبلی که به هر حال 5 ماه پیش مذاکرات رو یک نقطه تموم کردن به این مسئله واقف بودند که مسئله تضمین ها مسئله هستش که به هر حال آمریکا میتونه که تحریم‌ها رو برداره، اعلام کنه که تحریم‌ها برداشته شده، ولی خب اگر شرکت‌ها بخوان سرمایه‌گذاری نکنن، اگر بانک‌ها و بیمه‌ها به هر خودشون که رفتاری داشته باشن و نگرانی داشته باشن یا خب معطل بکنن یا صبر بکنن، اینا بخش خصوصی هستن، اساسا به حرف کشورها و دولت‌ها و پارلمان‌های کشور مختلف توجه نمی‌کنه. برای این تضمین کردن بسیاری از این تحریم‌ها که مثلا برداشت میشه چه جوری عملی خواهد شد در دست دولت‌ها و از جمله دولت آمریکا نخواهد. برای من اون چیزی که مقامات ایرانی میگن با توجه به اینکه دماشم خیلی بحث شده، این نگرانی ایجاد میکنه که اینها به مذاکرات دارن میان بدون اینکه خواستی داشته باشن و تمایلی داشته باشن که نتیجه برسن. من همین خاطر هستش که حتی رابط مالی که خیلی واقعا مایل هستش که این مسئله به فرجام برسه، نسبت به مسئله ابراز نگرانی کرده و از اینکه بخواد در حین مذاکرات برنامه هستی را پیشرفت کنه گفته که به هر حال در این زمینه واکنششون میدن. آقای معماریان، وزیران خارجه بریتانیا و اسرائیل در مقاله مشترکی که در دیلی تلگراف منتشر شده گفتن که این دو کشور به شدت در تلاش هستند تا مانع دستیابی ایران به بمب اتمی بشن. ارزیابی شما از این تلاش مشترک چه است؟ این نشوننده نگرانی جدی هستش که کشورهای غربی، آمریکا، انگلیس، فرانسه و حتی به نظر میرسه که روسیه در این زمین دارن که به هر حال احساس میکنن که از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده، نحوه برخورد ایران با برنامه هستیش و پیشرفت‌هایی که انجام شده، اون رو از اون حالت صلح‌آمیزی که به هر حال ادعا میکنه که ایران داره خارج کرده و از نظر اونها غنی‌سازی 20%، غنی‌سازی 60%، ساختن صفحه یورانیوم، اینها مواردی نیست که برای برنامه صلح‌آمیز بخواد استفاده بشه. بنابراین مقاصد دیگه در کار هست و به هر حال موارد دیگه هست که اونها نگران میکنه که نحوه برخورد ایران، نحوه پیشرفت ایران معطوف به این نیستش که بخواد در مذاکرات تصویب نتیجه برسه. بنابراین این نگرانی رو در چنین مقاله بهش اشاره کرد. ممنون از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک، همراه ما بودن. شماری از خانواده‌های جان باختگان پرواز 752 روز یکشنبه بار دیگر در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این خانواده‌ها با در دست داشتن تصاویر قربانیان، شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی را جنایت از پیش طراحی شده از سوی سپاه پاسداران خواندند. در همین حال خانواده برخی از قربانیان که در دادگاه حضور داشتند نسبت به محتوای کیفرخواست صادره و عدم احضار متهمان اصلی به رئیس دادگاه اعتراض کردن. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش همکارم رضا مبیه. تجمع خانواده جانباختگان هواپیمایی مسافربری اوکراینی در برابر دادگاه. آنها به روند رسیدگی به این پرونده اعتراض داشتند. میگویند این دادگاه نمایشی و غیرقانونی است. دادگاهی که از متهمان اصلی پرونده خبری نیست. خانوادگان داغ دیده که به عدالت و بی‌طرفی این دادگاه نظامی امیدی ندارند، علیه مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه شعار دادند. هرچند که فریادرسی در ایران نیست.
بیش از 60 خانواده در تجمع بودند که ما در فاصله 200 متری در ورودی دادگاه جمع شدیم. مثل که اطلاع نداشتن، ولی به محض اینکه تجمع بهشون خبر داشتن، بیش از تعداد اعضای خانواده، نیروهای نظامی و لحاظ شخصی ما رو دوره کردن و طبق معمول سعی کردن ارتباط ما رو با مردم به اصطلاح قطع کنن. این اولین دادگاه نمایشی در جمهوری اسلامی نیست. دادگاه‌هایی که در آنها اثری از حضور عاملان و عامران اصلی آن دیده نمی‌شود. خانواده‌های معترض می‌گویند برگزاری دادگاه بدون حضور حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، غیرقانونی است. مطالبات اصلی خانواده‌ها تشکیل محکمه‌ای با نظارت محافل ذی‌الصلاح بین‌المللی و حضور سران سپاه، یعنی آمرین و عاملین اصلی مثل حاجی‌زاده، سلامی، باقری، کمخانی که اینها رو من تعقیب بهشون دادن، ما اعتراض کردیم. حدود یک هفته پیش نشستی آنلاین به نام دادخواهی بدون پشتیبان با حضور برخی از اعضای انجمن خانواده‌های جانباختگان برگزار شد، با حضور عده‌ای کارشناس نظامی و امنیت هوانوردی. آنها ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر غیرعمدی بودن این حمله را بی اساس خواندند. انجمن خانواده‌ها می‌گویند در آن شب تلخ آسمان ایران به عمد باز نگه داشته شده بود، با هدف ایجاد سپر انسانی در صورت حمله احتمالی آمریکا بعد از پرتاب موشک به پایگاه عین الاسد. بسیاری می‌پرسند چطور اپراتور با تجربه پدافند هواپیمای مسافربری با آن ابعاد را با یک موشک اشتباه گرفته. سوالاتی بیشمار که جوابش برای بسیاری روشن است، اما جمهوری اسلامی همیشه از پاسخ دادن به آنها تفره رفته است. رضا مبین، واشنگتن دی سی. ساعتی پیش با شاهین مقدم از اعضای خانواده قربانیان پرواز 752 گفتگویی داشتیم که با هم می‌بینیم. در مورد جلسه دوم دادگاه که امروز صبح در تهران برگزار شد، باید عرض کنم که خب بسیار بسیار پرتنش بود امروز دادگاه، حتی بیشتر شدیدتر از جلسه اول. خانواده ها و وکلا به نصب اون بنر پشت سر قاضی اعتراض داشتن در مورد اینکه در واقع پیش قضاوت شده و اون استفاده از کلمه سانحه برای استفاده از این جنایت، و معترض بودن که این باید تبدیل بشه به سقوط و حالا علل سقوط در واقع مطرح بشه. وکلا چندین مورد ایراد در پرونده گذاشتن. یکی در اینه که هنوز گزارش کارشناسی به وکلا ابلاغ نشده، مثل مواد منفجره، مثل گزارش نظامی، مثل حتی گزارش پزشک قانونی، و دیگری که هنوز هویت متهمین هم هنوز مشخص نیست. مورد دیگه که اعتراض هست این هست که ایراد گرفته شده که گزارش کارشناسی که توسط خود سپاه که در واقع عامل این جنایت هست قابل قبول نیست، و درخواست شده که از کارشناس های بین‌المللی و بی‌طرف برای در واقع گزارش استفاده بشه. به هر حال به دلیل نقصی که در پرونده بود مجدد به بازپرسی ارجاع شد که پیش بینی میشه که به این زودی ها جلسه بعدی برگزار نشه، به خاطر اینکه خب رفع ایرادات به این راحتی نیست. خلاصه از تقریبا 200 صفحه کیفرخواست فقط یک صفحه امروز قرائت شد، و بعد از اعلام در واقع تنفس توسط مهرانپر دادگاه، مهرافر دادگاه در واقع خاتمه پیدا کرد. به هر حال باید ببینیم که قاضی برای در واقع رفع این نواقصی که وکلا درخواست دادن چین صلاح میدونه. البته تظاهراتی در بیرون دادگاه هم برگزار شد که خب البته ربطی به تصمیمات و در واقع جریان دادگاه نداره. بیننده تلویزیون ای
ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره بیندازیم به سرخط خبرها. آغاز مذاکرات احیای برجام در وین. CNN میگوید تهران میخواهد مذاکرات از نقطه صفر شروع شود. آمریکا نمیپذیرد. جنایت هست. تجمع اعتراضی شماری از خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در تهران. این خانواده‌ها می‌گویند این جنایت از قبل طراحی شده بود. و ادامه جو امنیتی شدید در اصفهان. افراد دستگیر شده به بازداشتگاه تحت کنترل سپاه پاسداران منتقل شدند. فضای امنیتی شدید در اصفهان همچنان ادامه دارد. برخی از بازداشت شدگان اعتراضات اصفهان 4 روز است که به صورت غیرقانونی در بازداشتگاه دستگرد اصفهان بلا تکلیف هستند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز شنبه گزارش داد که در پی سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات اصفهان دست کم 214 شهروند از جمله 13 کودک بازداشت شدند. هرانا نوشت افراد دستگیر شده به بازداشتگاه دستگرد اصفهان که تحت کنترل کامل اطلاعات سپاه پاسداران این شهر است منتقل شدند. بارها اخباری مبنی بر شکنجه بازداشتی‌ها در این بازداشتگاه مخابره شده است. تصاویری که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که فضای شهر اصفهان پس از سرکوب سنگین اعتراضات روز شنبه همچنان امنیتی است. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. آقای افشاری، مقایسه شما از اعتراضات در اصفهان با اعتراضات سیاسی و اقتصادی اخیر در ایران چه هست؟ جنس این اعتراضات به نظر شما با اعتراضات قبلی چقدر شبیه یا متفاوته؟ خب شباهت زیاد هست با مجموعه اعتراضاتی که از دیماه 96 به صورت گسترده تری ما در شهرها و بخش‌های مختلف جغرافیای سیاسی ایران شاهد اون بودیم. این اعتراضات به حال ماهیت معیشتی، اقتصادی و صنفی دارند، ولی سیاسی شدن بر بستر بحران ناکارآمدی یه حکومت و همچنین بحران اعتمادی که مردم به اون دارن و نوع برخوردی که نظام انجام میده. باز ما الگوی واحدی رو شاهد بودیم که خب طبیعتاً اعتراض کشاورزان به محدودیت‌هایی که در حقابه‌هاشون دارن از آب زاینده رود و همچنین مشکلاتی که در تالاب گاوخونی هست که واسه خوش شدن اون شده، این یک مسئله قدیمی بود. خب اونها هر چندگاهی اعتراض میکردن، ولی در این دوره اعتراضات اخیر که با تحسن 16 روزه اونها همراه بود، به صورت غیر منتظره یه تعداد زیادی از مردم اصفهان هم اون پیوسته بودن. خب این حکومت غافلگیر کرد. اونها در ابتدا سعی کردن با هزینه کمتر اون تحسن رو بهش پایان بدن، یک مدارای ظاهری کردن، حتی سعی کردن اونو مال خود بکنن، در صدا سیما هم پوشش دادن، اما در پشت پرده رفتن به سمت جمع کردن. انگیزه اصلی از اون مذاکرات و گفتگوها توجه به مطالبات نبود، بلکه برای این بود، پوششی بود که هرچه زودتر اون تحسن خاتمه پیدا بکنه و بعدا خب بلافاصله اونو آتیش زدن، چادرها رو خوبه، حرکت‌هایی رو انجام دادن و نوع خاتمه هم که مورد اعتراض بخشی از متحصران بود باعث شد که فضا رو به سمت خشونت بکشونن. بنابراین ما الگوی واحدی رو شاهد بودیم. بعد از اون هم باز به مسابه روش‌های همیشگی سعی کردن بین معترضان یک دوگانه کاذب درست بکنن، واقعیت‌ها رو وارونه بکنن، از قوه قهریه استفاده کنن و الان هم فضا رو امنیتی کردن. تنها چیزی که شاید تفاوت این دوره رو ما میتونیم در نظر بگیریم این است که در ابتدا به طور نسبی مدارای بیشتری کردن. بله آقای افشاری، ما در اعتراضات اصفهان شاهد حضور اقشار مختلف مردم، زنان، مردان و حتی کشاورزان و دامداران هم بودیم و از اون طرف برخورد خشن حکومت رو هم دیدیم. به نظر شما جمهوری اسلامی داره یکی از آخرین پایگاه‌های اصلی مشروعیت خودش رو که اصفهان هست از دست میده؟
خب به حال اصفهان رو به طور نسبی در نظر بگیریم، یعنی استان اصفهان در مشخص شهر اصفهان از مناطقی هستن که در ایران بعد از انقلاب به طور نسبی رشد بیشتری رو تجربه کردن و به نوعی نقطه اتکای نظام بودن. از این زاویه خب ریزش در پایگاه اجتماعی نظام بیشتر خواهد شد، ولی به نظر میرسه که تصمیم گیران اصلی نظام توجه به این مسائل ندارن، تصمیمشون رو گرفتن که از سرکوب استفاده بکنند و با اتکا به قوه قهریه بقای حکومت رو ادامه بدن، در عین حال هم از حامی پروری و فساد سیستماتیک در کشور بهره برداری بکنند برای اینکه یک اقلیتی رو به خودشون همراه بکنند و اکثریت هم تحت فشار و سرکوب و انقیاد و اختناق قرار بدن. بنابراین این وضعیت رو ما شاهد هستیم. منتها سوال اصلی این هستش که به هر حال منابع سرکوب یک منابع نامحدود نیستن، تمام شدنی هستند. باید دید که هر بار که این سرکوب انجام میشه چقدر این به اون نقطه شکست نزدیک میشه. بله ممنون از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن همراه ما بودن. تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و آمریکایی‌های ایرانی تبار در حمایت از مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری در مقابل کاخ سفید تجمع کردند. نیلوفر رستمی همکارم گزارش می‌دهد. شماری از اعضای جامعه آمریکایی‌های ایرانی تبار در مقابل کاخ سفید برای حمایت از اعتراضات اخیر در ایران تجمع کردند. آنها میگویند پاسخ اعتراضات مردم اصفهان برای بیابی گلوله و سنگ نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی باید به زودی پاسخگوی رفتارهای خود باشند. بله ما از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران امروز در مقابل کاخ سفید جمع شدیم که همراه با مردم ایران شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی رو به گوش جهانیان برسونیم. ما در همبستگی با مردم ایران در اینجا جمع شدیم. خون شهیدانمان، رنج اسیرانمان. پارک کوچکی که در مقابل کاخ سفید قرار دارد مکانی است برای اعتراضات مردم کشورهای مختلف نسبت به آنچه در سرزمینشان اتفاق می‌افتد. آنها عموماً به اینجا می‌آیند تا در کنار اعلام حمایت از مردمشان توجه مقامات آمریکایی را نیز جلب کنند. حرف ما این هستش که رژیمی که مردم خودش رو کف خیابان‌ها، مردم بی سلاح رو فقط به خاطر اعتراض برای آب و هوای تازه، هوای تمیز می‌کشه، این رژیمی نیست که بتونه باهاش مذاکره کنه. بحران آب در اصفهان، چهارمحال بختیاری، خوزستان و نقاط دیگر ایران به حدی است که به شدت نگرانی ایرانیان خارج از کشور و گروه‌های سیاسی را برانگیخته. آنها در این تظاهرات شعارهایی هم علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. و اما در پایان این بخش خبری تصاویری می‌بینیم از مصر. مقامات مصری به تازگی از یک مسیر باستانی که در ساحل رود نیل واقع شده رونمایی کردند. گذرگاه باستانی رامسس قدمتی 3000 ساله دارد که کار بازسازی آن در دوره بهار عربی متوقف شده بود. با دیدن این تصاویر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنونم که همراه ما بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.